flaming barrel. Look at this speed now. Yep. Oh, manages to hold that. That was really close there. The left tool popping off that red hole. And again, can't hold it twice. What a shame. And he's tired, but he has to move on. It's a tricky thing. If you're so pumped, you really have to go through this whole pump, through this mind thing of being pumped and just moving on, because your body always has got more energy, more reserve than you think, or than your mind trying to tell you. 10 seconds on the clock for Mohammad Reza Safdarian, and he falls. Come on, Mr. Safdarian, let's have it. Oh, این منم. یه ورزشکار یخنور که تا الان تو مسابقات جهانی خیلی زیادی که دمای مسابقات منفی 15 درجه سانتیگراد بوده رقابت کردم. درسته که تموم این سقوط‌ها در من حسای عجیبی رو به وجود آوردن، ولی من امروز اینجام تا برای شما ماجراهای قبل از این سقوط‌ها رو تعریف کنم. زمانی که برای اولین بار انتخاب شدم که اعزام بشم به مسابقات جهانی، یه جوان 18-19 ساله‌ای بودم که اعزام برای من یک معنی داشت. آخ جون، بریم یه سفر خارج. البته همه شما میدونین که غیر از ورزش فوتبال، اکثر ورزشکارا با هزینه شخصی خودشون به مسابقات جهانی اعزام شد و این اعزام هم با هزینه شخصی برای من رقم میخورد. ولی خب به سفر خارجی بودنش میارزید. خلاصه با فکر این که بریم و کلی خوش بگذرونیم سفرمون رو شروع کردیم. ولی همه چیز به خوشگذرونی ختم نشد. حین مسابقات زمانی که رقبای خودم را میدیدم متوجه شدم منم میتونم یکی از بهترین یخنوردهای جهان باشم. اما با دنیایی از چالش روبرو بودم. من تو شهر اصفهان زندگی میکنم. شهری که به خاطر نباریدن بارون رودخونه‌اش خشک شده. شهری که مردمش در حسرت دیدن برف هستن. بهتره بگم یه شهر کویری که دمای منفی 15 درجه براش در حد یه شوخیه. اما من یه مربی خیلی خوبی داشتم به اسم پیام رحمانستایر که خودش توی بدترین شرایط آب و هوای بلندترین قله های هیمالیا رو فتح کرده بود و اون تنها کسی بود که میتونست به من یخنوردی رو یاد بده. البته منم خیلی خوش شانس بودم که ایشون مربی من شد. اما توی شهر کویری که هیچ کس اسم رشته یخنوردی رو نشنیده، از کجا بدونن که یک ورزشکار با استعدادی یه گوشه ای از این شهر هست که احتیاج به حامی مالی داره، احتیاج به اسپانسر داره برای اعزام به مسابقات جهانی. من هیچ حامی مالی نداشتم. تنها خانواده عزیزم بودن که در حد توانشون و حتی بیشتر از حد توانشون از من حمایت کردن. حمایت‌های روحی اونا واقعا قوت قلبی برای من بوده و هست. در شهر اصفهان حتی هیچ یخنورد دیگه‌ای وجود نداشت که من بتونم اونو الگوی خودم قرار بدم و خیلی از حرکت‌ها و تکنیک‌ها رو از روی اون یاد بگیرم و از نزدیک لمس کنم. شاید اگر میرفتم شمال کشور و قرار بود کشتیگیر باشم قطعاً آدم خیلی موفقی میشدم. اما مجبور بودم از روی فیلم مسابقات جهانی حرکتها را ببینم و درست یا غلط تمرین بکنم. ولی آدم جنگندهی بوده و هستم. ما حتی هیچ دیواره و تجهیزات استاندارد یخنوردی در اصفهان نداریم. چه برسه به این که اون تجهیزات برای من فراهم بشه و من بتونم تمرین بکنم. جدای از این که اگر هم وجود داشت با شرایط مشابه جهانی از لحاظ اقلیمی خیلی فاصله داشت. با دمای منفی 15 خیلی فاصله داشت که رقیبای من دارن توی اون دما تمرین میکنن. جالبه بدونین همین لحظه‌ای که روبروی شما دارم صحبت میکنم کمتر از 3 ماه دیگه فرصت دارم تمرین بکنم تا اولین مسابقات جهانی و قهرمانی آسیا که پیش رو دارم. ولی متاسفانه تنها سالن غیر استانداردی هم که داشتم برای تمرین اون هم حدود 10 روز تعطیل شده و هیچ مکانی برای تمرین ندارم. البته هنوز جنگجویی خودم رو حفظ کردم و با اون ادامه میدم. درسته که تموم مشکلاتی که من برای شما گفتم نه تنها سدی جلوی راه من نشد بلکه همیشه قوت قلبی بوده برای ادامه راه من و همیشه یه حسی درون من میگفت من میتونم و باید ادامه بدم. خب بهتره یک بار دیگه بریم فیلم مسابقات من رو ببینیم. مطمئنم این بار شما هم به تموم سقوط‌های من حق میدین. Come on, Mr. Safdarian, let's have it. Oh, he's held it, one hand. Come on, lad. Cranks out of one hand, hold up. Kicks in. Come on. This is the high point. تنها یک چیز من رو اون بالا نگه داشت. علاقه. با تشکر. مرسی.